اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. ای که 50 سال با مایی، هر کجا می روم تا آنجایی. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 9 ژانویه 19 دی‌ماه به شما سلام می کنم. چرا شعرمو کامل نخوندم؟ این شعر رو در واقع برای اولین بار تو برنامه‌ام یه تغییری دادم به مناسبتی. در قسمت دوم می خونم. دلیلش اینه مهمانی دارم. این شعر رو تقدیم به او کردم. برای او در همین استودیو نشستم، سرودم و نوشتم و به خوش آمدگویی برای او این شعر رو خواهم خوند در قسمت دوم. توی مطالبی که داشتم نگاه میکردم تو این 24 ساعت گذشته، یک صحبتهای یک فرد خیلی تاثیرگذار بود. سید محمد موسوی، مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز، مقام مشورتی سازمان ملل متحد در حوزه معلولین، در همایش ملی خیر ماندگار سخن گفته. یه نگاهی به او بیاندازیم، بعد یه لحظه فکر کنیم بیش از 100,000 تن از فرزندان این سرزمین در اون 6 سال ادامه جنگی که خودخواهی سید روح‌الله مصطفوی و آرزوهای دور و دراز و دروغ‌ها و فریبکاری‌های سران سپاه باعث شد، معلول شدن، زندگیشون از دست دادن، اساس زندگی خانوادگیشون از هم پاشید. در بعضی موارد این زنان انقدر فداکار بودن در کنار همسر معلول، خم به ابرو نیاورد، دلاورانه کنار مردشون ایستادن و اون مرد درد میکشه. رضا یکیشون بود که با من دوست بود، افسر سپاه بود. جلوی بیمارستان بقیت الله العظم که میرفت هر بار که اکسیژن بگیره، وقتی اونجا میرفت زنگ میزد به من و هر بار درد. یک داستانی هم داشت که ساختمانی داشتن در میدان کاخ که این ساختمون در اختیار یکی از معلولین بود، از افسران بلندپایه سپاه که به همراه فرزندش اونجا رنگ میفروختن. طبقه پایین رو و یه چند تا جای دیگر رو آقای سبزوار، سردار سبزوار، دکتر سلشگر رضایی گرفته بودن و میخواستن بالا بکشن اونجا. من سخت با این جنگیدم، هر روز تقریبا راجبه این گفتم، تا آخر این سپاهی معلول موفق شد حضور خود رو اونجا تثبیت کنه. اما روزی که این مسئله انجام شد، رضا خاموش شد. برادرش با من صحبت کرد، گفت دیروز وقتی سند اینجا آزاد شد و به دست اون سردار معلول رسید، رضا هم خاموش شد. یادش گرامی باد، جوانی که برای وطنش رفت، معلول شد. حالا گوش بدیم به سخنان این مرد نازنین هموطنمون. 9% برخورداریم از منابع دنیا، 1% جمعیتیم. چرا اینقدر فقر؟ چرا اینقدر چالش اجتماعی؟ باید خیراندیش باشیم. سوء مدیریت میکنن،
اینها سوء مدیریت میکنن، بی غیرتی میکنن در مقابل عدالت و تبعیض‌های اجتماعی، و بعد ما خیریم باید بیان تولیدات اینا رو جمع کنیم. کار خیلی خوبیه، کار خیر کردن، ولی خیراندیش باشه جلوی سوء مدیریت و تدبیر اینا رو بگیرید. 9% منابع ملی، 1% جمعیتیم، اینقدر فرق، اینقدر چالش اجتماعی. من یه خیر آگاه هستم. ممنونم آقای موسوی، کاش آدم های مثل شما بیشتر پیدا بشن و به حرفاتون گوش بدن. در همین جمهوری ولایت فقیه چون نفاق و دروغی و دروغ درویی و دروغ و تزویر، به قول عربا سید الموقف، یعنی واقعا پرتو انداخته رو همه چی، پرتو که چه بگم، سایه گندشو روی همه چی انداخته. آقای کی‌نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو شورای عالی، یعنی لابد آقای خامنه‌ای در وجود ایشون چیزی دیده، یعنی این قدرت رو در وجود این دیده که بیاد از کتاب‌های مدارس شعر حضرت فردوسی رو دراره، جاش سبزوالی بذاره در ستایش مسلم ابن عقیل. لابد آقای خامنه‌ای لابد در وجود این دیده که این قادره تمام زیبایی‌های شعر معاصر رو از کتاب‌ها پاک بکنه، جاش نوحه بذاره. حتما هیچ هم اشکال نداره، حالا ایشون شغلی گرفته و دستش به عرب عجمی بند شده. دختر خانم ایشون تشریف میبرن امریکا با همسر و فرزندشون. خب مثل خیلی از دختر خانم ها و آقازاده های این دارای ژن مخصوص، ژن پاک، وقتی اونور آب میرسن دیگه چادر و ماجر روسرینا میپره. نواده آقای خمینی رو آدم میبینه توی دانشگاه کانادا، بسیار هم زیبا با چه مد و ژستی اونجا ایستاده. این خانواده آقای خمینی اغلب دختران زیبایی دارن. به هر حال این ژن امام موسی صدره، خاندان صدره که در اینا این تغییرات رو داده. به هر روی دختر خانم عکسش چاپ میشه، حالا یه جا یه کسی پیدا میکنه عکسشون رو چاپ میکنه، در سر کریسمس هم هست، درخت کاج گذاشتن و مدل با فرزندشون، خیلی هم قشنگه، یه خانواده شاد، به مناسبت کریسمس درختی هم گذاشته اون گوشه. و آقای خامنه ای هم یقش رو نمیگیره مثل من که من بگم کاجی نشاندی به خانه، بگی چرا نشاندی، نه ایشون راحت میزن، من اصلا با اینجاش کاری ندارم. خیلی هم زیباست، مثل همه ایرانی های دیگه، همه کسانی که اهل ممالک دیگری هستن تو امریکان تو اروپان، به هر حال به خاطر بچهشون هم شده حرمت به سنت ها اینجا میگذارن. هیچ چیز زیباتر از اون صبح کریسمس نیست که بچه ها میان کادوهاشون رو باز میکنن. اما وقتی میاد میگه فوتوشاپ بود، اونجا آدم لجش میگیره. اونجا که میاد میگه بله من هک کردن و پیج دخترم رو هک کردن، آقای کی‌نژاد میگه اینم فوتوشاپه. برادرم اقلا فوتوشاپ میخوای یاد بگیری و بدونی فوتوشاپ چیه، برو ور دست بچه های سپاه بشین که 7 موشک رو با هم هوا میکنن، آبروشون هم میره، تمام دنیا هم میفهمن که این فوتوشاپه. شاید از اونها یه چیزی یاد بگیری، فوتوشاپ این نیست، این عکس واقعیه. کاش یک ذره مردانگی داشتی، به جای اینکه اونجا کتاب ها رو قلقم میکردی، فرهنگ رو قلقم میکردی، سر حضرت فردوسی رو به تیغ میزدی، حضرت حافظ رو مورد بیمهری قرار میدادی، شعر سپهری و کسرایی رو از کتاب درس میوردی بیرون، ای کاش یک ذره مردانگی و صداقت داشتی، میگفتی بله دخترمه، یه آدم آزاد زندگی خودش رو انتخاب کرده، من نمیتونم از اینجا با ریموت کنترل بهش دستور بدم که این لباس رو نپوش یا در مراسم کریسمس درخت نگذار. این خیلی برای من جالب بود که گفتم حتما راجع به این موضوع باهاتون صحبت کنم. این چیزا آدم نمیتونه نگه. اما تو این وسط نفاق و دروغ و تکذیب، شما اگه ایرانی باشید، کارمند دولت باشی یا کاسب هرچی،
تومن بگیری خب خیلی برات هزینه بالاست. سنگین 60,000 تومن یک کیلو گوشت. ولی اگه یه توریست خارجی باشی بری ایران، بعد تبدیل که میکنی میبینی هتل اومدی 4 ستاره شبیه 7 دلار، ساندویچ میخوری 30 سنت، برات خیلی جذابیت داره. و این رژیم انقدر نادانه حتی از این فرصت نمیتونه استفاده کنه. شما میدید شب کریسمس دبی چه خبر بود. لبنان با همه مصائبش، با همه زشت روی زشت نمای حزب الله، قاتل حسن نصرالله که دارن لبنان رو خفه میکنن، ده‌ها هزار نفر به لبنان رفتن برای کریسمس و چقدر بالاخره آیدی نصیب مردم میشه. حالا این توریست خارجی رو ببینیم تو همدان چی میگه. Good morning from Hamadan. I stayed a couple of days here and normally I don't show hotel rooms because I think it's really boring, but yeah, I just wanted to show you how incredibly unbelievably cheap Iran can be. And check this out. This is my hotel room. Pretty nice room, I think. And I paid only $8 for this. How crazy is that? And the craziest thing is $8 with breakfast. I just went out and was looking for some food and I found this. Look how huge this thing is, like a huge sandwich, falafel sandwich. And the crazy thing is this costs 30 cents US. How crazy is that? And look at this, I bought this ice cream for 5 cents US. Can you imagine? What the fuck? حالا شما فکر کنید سازمان جلب سیاحان و نمیدونم جهانگردی و غیره یک عالمه خرج کنن فیلم درست کنن. خود همین برای جوان اروپایی و آمریکایی چقدر جذابیت داره. منتها در اون مملکت اشکال اینه، اهالی امنیت خانه مبارک ولی فقیه شعور ندارن که این توریست خارجی چجور میتونه برای کشور درآمدزا باشه. این سواحل ایران رو هیچ جا ندارن. تو حاشیه خلیج همیشه فارس پلاژو که تو کیش هست، تو جای دیگه چقدر جد. دریای مازندران شما فکر کنید دارن بره چمخاله، آب مثل عشق چشم برای خارجی چقدر جذابه. بیاد زمستون بره آبلی اسکی کنه، بعد بیاد بره تو جزیره کی شنا کنه، بره قشم شنا کنه. آدم یه همچین سرزمینی داشته باشه، منتها حکومتی لایشعر، حکومتی که درک نداره، شعور نداره، چون برای اون اصلا معنا نداره، ارزشی نداره. اونا اصلا ارزش تخشم شده نمیتونن درک کنن. بارها اینو براتون گفتم، بازم میگم، چون اینا رو باید گفت. یه مرد وارسته‌ای بود به نام نصرت الله امینی، هم وکیل زندیات دکتر مصدق بود هم شهردار او. بعد از انقلاب استاندار فارس شد، رفت به فارس. البته نمیخواست بره، اصرار کردن مهندس بازرگان، زندیات دریادار مدنی، اینا همه اصرار کردن و رفت. آقای سنجابی بقیه رفت به اونجا. یه روز خبر شد که خلخالی این جنایتکار داره میاد با یه عده مثل خودش با بولدوزر برن تخت جمشید رو خراب کنه. این مرد نازنین، من واقعا پدر محمد امینی که میبینینش برنامه های جذابی داره در عرصه تاریخ و گستره تاریخ و فرهنگ اجتماعی ملت ایران، و چه ما همسری این نصرت الله عزیز داشت و عمرش دراز بود، چه بانوی نازنینی که او هم یک ایران پرست واقعی بود. نصرت الله امینی بلند شد با یه عده به تیمسار مدنی تلفنی خبر داد، چون تو جریان بودم اون وقت هم گزارش کردم. رفتن توی تخت شمشیر تو مروداشت، گفتن زیر بولدوزرا میخوابن اگه خلخالی بیاد. تیمسار مدنی هم به خمینی تلفن زد، گفت اگه خلخالی پاش برسه به شیراز بخواد همچی غلطی کنه من تیربارونش میکنم، و اینو جدی دارم بهتون میگم. خلاصه خلخالی ترسید و فرار کرد رفت، و به این ترتیب تخت شمشیر موند به برکت وجود همین آدما. وقت شما میدید در مصر آدم میره میره مثل تخم چشم از این اهرام، از
خئوبس، از فونیکس، از اینا چه جور مراقبت میکنه، چه جور دنبال اینن که خدشه به اینا وارد نشه. مومیایی های فراعنه با چه تشکیلات و بیمه ای میره در موزه‌های بین‌المللی نمایش داده میشه، برمیگرده به مصر. وقت ما چه میکنیم با این آثار برجسته فرهنگیمون؟ آخه مگه آرامگاه کوروش رو مگه میشه همینجور رها کرد؟ بزرگترین پادشاه تاریخ کوروش، امپراتور تاریخه، در هیچ کجای جهان تکرار نشده این مرد. آدمی که بره بابل رو بگیره، از پلهای معبد بره بالا، کرنش کنه، تعظیم کنه به مغان، بعد میشنوه یهودی ها اونجا در اسارتن، یهودی ها رو آزاد کنه، کمک بکنه، پول بده، امکانات بده برگردن به سرزمینشون، و اونایی هم که میخوان بیان ایران بیان به ایران. وقت آرامگاهش رو برنامه دیخته بودن رو صد بزنن چیکار کنن که از بین بره. این نوع نگاه ایناست و طبیعتاً خیلی آشکار و روشنه دیگه. یه همچین رژیمی، یه همچین نظامی توجهی به این مسائل نداره، اونا برایشون اصلا ارزش و اعتباری نداره. مثلا دیروز براتون گفتم راجع به که چرا صادق آملی لاریجانی آمده وسط میدون. این نکته رو فراموش کردم بگم که اگر اینها نتونن ماجرای ریاست جمهوری رو فعلا لغوش کنن، علی لاریجانی رئیس جمهوری خواهد شد. خب علی آقا میشه رئیس جمهوری، اخویشون صادق خان رئیس قوه قضاییه هستن، اون اخویشون هم آقای محمد جواد خان رو برنامه ریختن که وزارت خارجه رو بهش بدن، یعنی مملکت بشه مملکت لاریجستان، لاریجستانی، و مملکت دستشون باشه. اونتا یه لطفی این وسط بکنن، آقا مجتبی رو بیارن تو اون شورای رهبری بگذارن که آماده بشه آقا مجتبی برای به دست گرفتن قدرت. بعد یه ماجرایی هم دیدم خیلی جالب بود. میدونید من از این رجب طیب اردوغان اصلا خوشم نمیاد، برای اینکه یه آدمی است بسیار مغرور، خودپرست، نگاهش به کردا بسیار نگاه بدیه، نجات پرستانه، و کردا رو یه جور نگاه میکنه که هنون همون دیدی که فاشیستا داشتن، گرکای خاکستری که اینا ترک بیابانیان یا ترک کوهی، همونو داره. آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل سفر کرد و بعد اشاره کرد به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و گفت چنانچه ارتش ترکیه وارد شمال سوریه شود، کردها را قتل عام میکند. به همین سبب خواهان حفاظت متحدان کرد آمریکا در شمال سوریه است. اولا من براتون گفتم آمریکا به این سرعت از سوریه نمیاد بیرون. آقای ترامپ یه حرفی زد، یه چیزی نوشت، ولی در عمل متوجه شد این کار به این سرعت عملی نمیشه و ترکا چارچنگولی منتظر. سه شنبه 8 ژانویه دیروز آقای ابراهیم کالی سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه آقای جان بولتون رو ملاقات کرد که به ترکیه رفته بود و رجب طیب اردوغان از دیدار با ایشون خودداری کرد، نهایت بیادبی. اردوغان درخواست جان بولتون رو پاسخ داده بود که بله من برای خروج سربازان آمریکا از سوریه شرط گذاشته بودیم که ارتش ترکیه به کردهای شمال سوریه که آنها آمریکا آنها را برای مبارزه با بقایای گروه داعش مسلح کرده حمله نکنند. اردوغان گفت پیامی که جان بولتون از اسرائیل برای ما ارسال کرد غیر قابل قبول است، ما نمیتوانیم چنین شرطی را بپذیریم. یعنی ما میخواهیم بریم کردها را نابود کنیم، کردهایی که دلاورانه در برابر داعش ایستادن. یادمون نرفته، ما کوبایی رو یادمون نرفته، کمر داعش اونجا شکسته شد، داعش هنوز تو عراق بود، تو سوریه بود، همه جا بود. کردها در کوبانی کمرش رو شکستن و آثار هزیمت در اونجا در چهره داعشی ها ظاهر شد و بعد از اون بود که حیدر العبادی و ارتش عراق موفق شدن با کمک ایالات متحده
حالا جمهوری اسلامی مدعیش اونا هم بودن، بزنن داعش رو له کنن. هشت و شعبی بود و بقیه شون و در حال کردا بودن که شروع کردن. آقای اردوغان میخواد دستمزد بگیره، بگه نخیر من برم و کردا رو دخلشون میارم. خب از این بازی ها نمیشه کرد، نمیشه کرد. آقای هاشم الهیدری معاون فرهنگی گروه شبه نظامی هشت و شعبی، این هاشم الهیدری هم یک جانوری است مثل معاون فرهنگی سپاه، با این حساب که این شبیه پدر نقدیه عمام سرشه. ایشون گفتن که در دانشگاه بوعلی سینای همدان گفتن که ائتلاف هشت و شعبی رو جمهوری ولایت فقیه درست کرد. ما که اینجا میگفتیم آقا شما دارید از کجا میگید؟ حالا از فرماندهان و رئیسش میگه. بله میگه که اگر پس از تسخیر موصل داعش به سامرا میرسید فتنه بزرگ شکل میگرفت، اما با کمک شما و تشکیل هشت و شعبی این اتفاق رخ نداد. خوب تعریف و تمجیدم از آقای خامنه‌ای کرد و از خمینی، و گفت بعد از امامان معصوم مثل آقای خمینی و خامنه‌ای پیدا نمیشه. البته البته اینا رو که میگن نقدن دستمزد میگیرن، قالیچه، زعفران، دلارهای نو نو یا یورو نو نو، اگه دلار گیرشون نیاد 500 یورویی هم میدن که اینا مشکل پیدا میکنن در خورد کردنش. البته تو عراق میشه این کاری کرد. اما یه خبری شنیدم، این خبر خیلی مهمه، بی اساس هم نیست. آقای نوری المالکی از قره نوکرای رژیم جمهوری ولایت فقیه در عراق 2 میلیارد دلار پول به ایران فرستاده، 2 میلیارد دلار پول، و همین باعث شد که یه مقدار ارز متوقف بشه چون دوباره داشت میرفت بالا، از 12,000 تومان داشت رد میشد، برگشت روی 11,200 تومان. آقای نوری المالکی شاگرد انگشتر فروش تو دمشق، یه مدتی هم توی بزازی تو شام کار. درنگ کوتاهی میکنیم، ترانه میشنویم و باز میگردیم که با مهمان عزیزم باشیم. وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپید و شیر، وطنم آفتاب وطنم بود آن که زیبا بود، بهترین سرزمین دنیا بود، وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپید و شیر، وطنم آفتاب عالمگیر. رفت بالا دوباره
دورای جمشیدش مثل ققنوس باز هم پیداست. وطن من همیشه پا بر جاست، شاعرانش به خاک و خون کشند، گردن حافظش به تیغ زنند، باز میخواند این همیشه غزل، این گلستان نور و عطر و عسل. گل لبخند از لبش جاری، وطنم سرزمین بیداری، خفته بر بام آسیا وطنم، شاه بیت قصیده ها وطنم. با درود دوباره، خب اشاره کردم که یه مهمان عزیزی دارم. این مهمان ما یه خورده چی بگم، پرده نشینه، خیلی دوست نداره که ظاهر بشه، اما من برای استقبال ازش یه شعر میخونم. فکر میکنم خود شعر رو که بخونم یه مقدار متوجه میشید که کیست. ای که 50 سال با مایی، هر کجا می روم تو آنجایی، روزگاری که آمدی دلها همه عاشق تمام سودایی، نغمت در حریم شب پیچید، چنگ می زد به شعله امید، خواندی از عشق و از جدائی ها، از غم هجر و لحظه تردید، آمدی دستهای سرشارت، شعرهای لطیف و پربارت، نسل ما را به دست عشق سپرد، خاطرم هست مهر بسیارت. من نوشتم سرودی از دیدار، یاس شعرم به عطر دل سرشار، همه سو یار بود و جلوه یار، با نگاهی پر از نشانه یار، رفت 50 سال و میخوانی که تو راز نگفته میدانی، مردی ار بود در سرای هنر، تو سرآمد که مرد مردانی. حالا متوجه کیو میگم؟ کی دیگه این صفات غیر ستار داره؟ حسن ستار، دوست عزیزم، هنرمندی که دوستش داریم، هنرمندی که با ما صادق بوده، با دلش، با وطنش، یگانه هنرمندی است که تو این 40 سال گذشته یک نغمه ای نخونده که در این نغمه احساسی از اون وطن توش نباشه. عاشقانه خونده، عاشقانه از وطنش خونده. همین آخریای شعر منو خوند، وطنم نور و آب و عطر و عسل. یه بارم تو روزگار نوجوانی شعر دیگرم رو خوند، زنگ حساب. چقدر به شهبانوی ایران، ملکه فرع، به شهبانوی پیشین، به شاهزاده رضا پهلوی، به پادشاه فقید علاقه‌منده در همه جا. وقتی قرار شد 50مین سال حضورش رو در بر صحنه جشن بگیرن، بزرگداشتش رو برپا کنن، اولین سوالی که ازش کردم گفتم ستار، ملکه و شاهزاده میان؟ گفت مگه میشه نیان؟ مگه میشه اونا نباشن؟ 50 سال براشون خوندم، 50 سال تو مجلسشون بودم، خصوصیشون بودم، در غمشون بودم، عشق باشون ریختم، حالا میشه در مراسم بزرگداشت فرزندشون ستار نباشن؟
سلام حسن ستار عزیزم. درودی بزن به شما آقای نوری‌زاده، خیلی ممنون از شما و همچنین سلام میکنم به همه شنوندگانش و به بینندگان شما. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه. مرسی از اینکه اینقدر از ما اینجوری تعریف کردی. البته ما فقط به قول معروف احساس شما رو بیان میکنیم، با حال صدای خوبی بدی که داریم بیان میکنیم برای مردم و مردم لذت ببرن. و همجوری که شما گفتی حدود 50 سالی که ما داریم میخونیم و امیدوارم که تونسته باشن در عرض این 50 سال اون وصیت مادرم رو که گفت بچه جون سنگ سنگین باش حفظ کرده باشه و فکر کنم که این کارو کردم تا حالا. همینطور بوده. من اولا میگم دلیل اینکه ستار با تصویری نیست چون در راه بود رانندگی میکرد به اتومبیل، من خواهش کردم ازش یه جا اتومبیل رو نگه داره بعد با هم حداقل تلفنی بتونیم صحبت کنیم. حالا گفتگوهای فراوون با ستار خواهیم داشت. ستار جان، مراسم بزرگ داشتید چه روزی کجاست و چجوری؟ یه مقدار توضیح بده بینندگان. بله، دوم فوریه 2019، یعنی تقریبا الان هشتمه اگه اشتباه نکنم. بله. هفتمه، اگه هفتمه 21 روز و تقریبا 23 روز دیگه است در بیولی هیلتون تقاطع ویلشر و سنتا مونیکاست که از ساعت به اصطلاح 8 شب تا 12 شب. بعد البته خب زودتر، یک سری زودتر میام بخاطر این رد کارپت داریم و بله بله این چیزا. بعدم دیگه برنامه‌های تدارک دیدیم برای مردم که امیدوارم که جالب باشه براشون. من شنیدم بسیاری از هنرمندان که همه تو رو دوست دارن و به خاطر اخلاقت، منشت، مردانگیت اینا خواهند اومد. میشه به ما بگی چند نفرشون؟ والا به قول یکی از دوستان میگه که این همکارای شما همشون بزمی هستن و خوشحال هستم که به اصطلاح تعداد زیادی از اونا میان در این برنامه. من از نمیدونم منصور بگو، از شاهرخ شنیدم. بله شاهرخ رو نمیدونم چون باهاش صحبت کردم، هنوز میدونی که شاهرخ شهرام سلطی میادش، مرتضی میادش. آقای موین چی؟ آقای موین میان؟ موین هم قرار بوده، گفتی که تو شهر نیستم، اومدم بهت زنگ میزنم. فعلا تا حالا هنوز اومد. ولی خانم لیلا فروهر میان. لیلا، خانم لیلا فروهر هستش، میادش. ابی میادش، دوست خوب ما، همکار خوب ما ابی میادش. و راستین میاد. راستین میاد. بله راستین. بله راستین میادش و اینا هر کدوم اون شب تا اونجا که بتونن یک کاری هم میخونن و رهبر ارکستر من هم میدونید که کاظم عالمیه. بله بله بله. و امیدواریم که فقط برنامه خوبی ارائه بدیم برای همه بینندگان عزیز و همه هموطنان عزیزمون که اون شب اونجا هستن. ستار جان، من میدونم حتما پاپ فادر هم اونجا خواهد بود. شهبال شپره نمیشه اون نیاد. حتما پاپ شهبال هستش، شهرام هستش، میگم شوره هستش، همه آقای کاردان هست. بله بله، همه اینا رو ما گفتیم، دعوت کردیم، اکثر مطبوعاتی ها، هنرمندا، نمیدونم تلویزیونیا، همشون هستن اونجا اون شب و مردم از نزدیک با همشون آشنا میشن. و ستار جان، این برای من جالبه که در گمان میکنم شاید معدود هنرمندی باشه، جز معدود هنرمندانی که در حیاتش که امیدوارم 120 سال عمر بکنی، بزرگداشت براش برپا میشه و همین به نظر من خیلی با اهمیته. یعنی همه ما میشینیم وقتی که دوستی رو از دست دادیم براش اشک میریزیم، ولی در حیات یک هنرمند از او تجلیل بشه، این به نظر من خیلی با ارزشه. اتفاقا من به شما یه چیزی بگم، من دیروز داشتم ایمیلامو نگاه میکردم، شنیدم که زنده یاد بیژن بله سمندر فوت کرد و خیلی برام تعجب آور بود. برای اینکه این البته راحت شد، برای اینکه 14-15 سال بود این در من خود در ریهب بودش. و درود به شرف اون خانومش که سالهای سال هر روز با اینکه کار میکرد و بعد از کار میرفت شونو میدیدش و بالاخره در سن 81 سالگی هری روز ساعت 8:30 صبح مثل اینکه این دار فانی رو ودا گفتش. از همینجا به تمام دوستان عزیز و تمام کسانی که بیژن رو دوست داشتن که آهنگ گل سنگ رو برای من شعرش رو گفته بود تسلیت میگم. امیدوارم که بقای عمر همه شما و
همه دوستان باشه. تنها چیزی که میتونم بگم چون بالاخره یه روز آدم این دنیا میاد، یه روز من این دنیا میاد. امیدوارم که در این زمانی که به اصطلاح در این دنیا زندگی میکنه بتونه پربار باشه برای جامعهش، برای مردمش. حداقل مثل بیژن شعری رو گذاشته باشه که همیشه آدم یادشه، که غیر از گل سنگ اون شعر دیگری هم داره، این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، من خانه یه شعر دیگه هم من تو هم واسم یه صبح فرستاده بودن که به سراغ شیرازی میخونه، محلی شیرازی. بله شعر بله خیلی نمیدونم شیدو شد، نمیدونم همه چی قبل هبا شد. خیلی جالب بود. باید اصلا خدا روحش شاد بکنه، روانش آمرزیده بکنه، انسان والایی بود، از اون شیرازی های خوب. بله. سهتا جان، حالا برای اون شب آیا کار خاصی هم کردی؟ برنامه خاصی هم داری برای اون شب؟ والا دیگه اگه بخوام بگیم که دیگه فایده نداری که باید مردم خودشون بیان اونجا. ولی من شنیدم هنرمندای دیگه هر کدوم یکی از کارهای تو رو خواهند خوند. دیگه نظر لطفشونه دیگه، همشون زحمت میکشن و فکر کنم که ماها باید یاد بگیریم که به هم کمک بکنیم و بکنیم که اگر همه رو ببریم بالا خودمونم بالا میریم متاسفانه. ولی خب بعضی ها مثل این که دوست ندارن که اینجوری باشه دیگه، ولی خب کارش نمیشه کرد. امیدوارم که همه در این بزرگداشت شرکت بکنن، چون به قول معروف همه اکثرا ما ایرانی هستیم دیگه. بدون تردید و پشت و پناه هم. ستا جان یادته که آیا اولین باری که اومدی جلوی تلویزیون جلوی مردم همون باری بود که با زندیات فرخزاد اومدی؟ نه، من اولین بار در برنامه آقای غریب افشار اومدم. آها و یادمه که در اون برنامه که اولین باری که به ساعت اومدم آهنگ همسفر رو داشتم میخوندم، یادمه که زندیات دورج نگهبان بود، افشین بود، خانم نسرین بود. بعد من گفتن که تو چی میخونی؟ گفتم که میخوام آیا اون موقع یادون باشه آهنگ زندگی خیلی معروف. بله بله عبدالرحیم شهید. گفتم اینه میخوام بخونم. بچه ها گفتم پس ارکستر بودم، ارکستر ندارم که. با پچه جوری میخوام بگفتم حالا میخونم ببینی چه جوری. و واقعا اون برنامه اون شب خیلی قشنگ بود، خیلی هم گل کردش. و اون آهنگ زندگی یعنی به مردم ثابت کردیم آقا ما خواننده نیستیم که فقط تو استودیو بخونیم، خواننده هستیم که همیشه در هر زمانی. خود بعضی خواننده ها وقتی باهاش صحبت میکنی تا بهش میگی بخون، میگه که آقا نه من الان صدام گرفته، سرما خوردم، اینجوری شدم، اونجوری شدم، فلان شدم، ال شدم، بل شدم. ولی خوشبختانه ما الحمدلله خلاصه تا اونجایی که تونستیم برای مردم خوندیم و از این بعدش هم تا اونجایی که بتونیم میخونیم. اینو من براتون بگم، راست میگه ستار، من شاهد خیلی موارد بودم. ولی همین سفری که رفتم لس آنجلس، یک شب لس آنجلس، بله لس آنجلس، دکتر شاهرخ میراسکندری لطف کرد مهمانی داد و همه ما اونجا بودیم، خیلی از هنرمندا هم بودن. بعد یک بار ستار نشست، اصلا همه بختشون زد، ماشاءالله این صدای پرتنین در اونجا پیچید و یکی دو ترانه خوند که فوق العاده زیبا بود. و من واقعا به تبریک میگم، آدم صدای شما هر روز پخته تر شده، این برای من خیلی مهمه که صدا. مرسی از شما. البته من اینجا باید تشکری داشته باشم از خانم کتی یزدانی، دختر مرحوم یزدانی و دوشارخ اسکندری که زحمت کشیدن و این مهم رو قبول کردن که این کارا رو انجام بدن و واقعا سپاسگزارم ازش. بسیار عالی. ستار جان پیش کی آوازو یاد گرفتی که دستگاه ایرانی رو هم یاد گرفتی؟ اگر به شما بگم که میگن هنر ذاتی اکتسابی نیستش، فقط پیش خودم یاد گرفتم. من یادمه که وقتی انقلاب شد و اومدم امریکا، گفتیم خب ما که حالا اینجا هستیم این کارا رو میکنیم، مثل یه سری از این کارهای هنرمندای قدیمی رو خودم همجوری بسیار شعرش رو بنویسم و با خودم تمرین کنم. که یادم به محمودی خانساری بودش، نمیدونم مرحوم غلام حسین خان بنان بود، خانم دلکش بود، خانم پوران بود، اینا رو همه رو آهنگاشون رو میخوندم. مخصوصا خانم الهه یه آهنگی داشتش که گلهای هنوز هم 556 که شهبازیان فکر کنم تنظیمش کرده بود، شعرش مال تورج نگهبان بود، آهنگ و تنظیم مال شهبازیان بود، که نه آوایی نه رویایی نه دنیایی بی تو مانده به جا. این یکی کارهای قشنگ زنده یاد الهه بودش. در این حال خیلی جالب بدونید که آقای دکتر میراسکندری که ایشون بهش اشاره کرد فرزند زنده یاد اله است و بله.
این عشق به موسیقی هم گفتم یک مثل خون تو وجود آدم هست. صدر جان الان بیشتر شما الان تمرکزت روی چه نوع موسیقیه؟ الان بیشتر چی رو دوست داری؟ یه مقدار بیشتر نیست که کلاسیک کار میکنی؟ وقتی که شما سنت میره بالا بیشتر تمرکزت رو موسیقی کلاسیک ایرانیه. ولی من به عنوان یه خواننده پاپ معروفم. ولی خب من از اولش هم دوست داشتم موسیقی کلاسیک ایرانی، چون تمام این موسیقی پاپ اینا مشتق میشه از موسیقی کلاسیک ایرانی. بله. مثلا من یادمه که آقای صادق نوجیکی ما همیشه بهش میگفتیم آقای دشتستانی، چون همه آهنگاش تقریبا تو دشتی بودش. حتی اون آهنگی هم که شما شعر شلوت یعنی گفتین اونم تو دشتیه. درسته درسته. صادق صادق یکی از واقعا هنرمندان خوب بود که حالا جاش خالیه، من هم کمتر میبینیم و میشنویم ازش. ایشون فعالیت داره واقعا. چند پیش مسعود فردمنش رو تو پیش من میبینیم، مسعود میمونکی چیز گرفته، این میلرزه چیه؟ آلزایمر نه آلزایمر نه، یه چیز دیگه است، پارکینسون. اون فراموش پارکینسون. پارکینسون. پارکینسون داره. بعد خلاصه من یکی از فامیلای خانومم که تو سان فرانسیسکو زندگی میکنه میگفتش که آقا این تازگی ها توی کایزر عمل میکنم و این عمل خیلی جالبه که یارو رفته عمل کرده و دیگه دستبالش نمیرزه. بهش گفتم بابا اینو خواهش میکنم ویدیویی که فرستادم واسه من براش فرستادم، گفتم آقا دنباله این باش، پیگیر این باش. آقا من میترسم. گفتم آقا ترس نداره، مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه. به قول ناپلئون حرف قشنگی زده، گفته آدم ترس روزی هزار بار میمیره، آدم نترس یه بار میمیره. یه بار. بله بله. خب میگفتی فردمنشو. فردمنشو بله. بهش بعد اون وقت گفتم که چیکار میکنی؟ آره با صادق داریم یک دوستا کار داریم انجام میدیم. گفتم که خب کار خوب میکنی. اتفاقا دوباره پیگیر شدم بهش. هفته پیش قبل از اینکه برم نیویورک بهش زنگ زدم، گفتم مسعود جان چیکار میکنی؟ گفتش که خیلی ممنون از اینکه به اصطلاح مواظب هستی. گفتم نه مواظب نیستم، میخوام که تو بری این کارو بکنی، نه ترس طوری نمیشه. بعد خودش خیلی ناراحت بود، میگفتش که آخه میگن این پارکینسون خیلی مریض بدیه، نمیدونم مخصوصا وقتی سنت میره بالا خیلی اذیت میشی و یکی بعد دهنت غذا بذاره و اینا، همش دعا میکنم که تو خواب برم. و گفتم نه مطمئن باش که کار حالت خوب میشه. حالا حرف تو حرف میاد. یکی از کسایی که من در اون روزهای خیلی تلخ دیدمش حسین واثقی بود. در چه شرایطی بود؟ هیچ وقت یادم نمیره. او و کعبه‌ای دو آدمی بودن در همین حیطه هنر که وضع بسیار دردناکی داشتن و واقعا برای فردمنش عزیزم آرزو میکنم بره این عمل انجام بده و حالش خوب خوب بشه. من والا پیگیرش هم هستم، دوباره الان بعد از شما بهش دوباره زنگ میزنم. درود بر شما. این کار رفت کرد یا نه؟ میترسه، ترسوه، در صورت که بچه نترسی بودش. من میدونم که این بچه نترسی. ستا جان چند تا آهنگ خوندی تا الان؟ اگه به شما بگم که بالای 450 تا خوندم به قول معروف که اضافه نگفتم. و این قشنگه 50 سال آدم بخونه، 50 سال محبوب باشه، سه تا نسل با آدم بیاد، این بسیار مهمه. شما ببین من با موسیقی لذت بردم، فرزندانم هم اینطور، حالا نوه منم با موسیقی شما میرقصه، شاد میشه و این خیلی جالبه یک هنرمند بتونه. ما این هنرمندان جهانی رو که داریم در این عرصه خب خیلی با تقدیر ازشون یاد میشه. واقعا باید آدمی مثل ستار هم مردم بدونن اینا تکرار شدنی نیستن. یه هنرمندی 50 سال اولا ضوابطش رو حفظ بکنه، نلغزه، نه گرفتار شهرت بشه، نه گرفتار پول بشه، بلکه براش هنرش خیلی با ارزش بشه. یه نکته دیگه هم دلم میخواد ازت بپرسم. شما بسیار به خاندان سلطنتی پیشین ایران دلبسته هستی، از کی باهاشون آشنا شدی؟ والا اولین برنامه‌ای که یادم من رفتم در ایران برنامه رئیس جمهور مکزیک بود که تشریف آورده بودن اینجا و کمابیش اتفاقا یه ویدیو هم نشون دادش که در اون برنامه من بودم و گوگوش بود و خانم نصری. خوب. و اون شب ما برنامه اجرا کردیم و قرار بود 4 تا 5 تا بیشتر کارم نخونیم. بعد یکی از این تیمسارا اومد گفتش که علیعزاد آهنگ شهر غمم خواسته. بودن به ما گفتن 4 تا 5 تا بیشتر نخونید. گفت دیگه وقتی ایشون میخواد دیگه کاریش نمیشه کرد. و اون آهنگ هم بلکه بشنا ما خوندیم و یه در حدود همون 40-50 سال یعنی قبل از انقلاب که به صلاح من دیگه جز به یک 7 سال در ایران من خواننده بودم که بعدش هم در لس آنجلس اومدیم یعنی امریکا اومدیم به
موندگار شدیم اینجا و باور نمی‌کنی من فقط برای یک ماه برنامه اومدم نیویورک که به اصطلاح اونجا بخونم و موندگار شدیم تا الان که در خدمت شما هستم. من پاسپورت ایرانی هم متاسفانه یا خوشبختانه ندارم، چون پاسپورتم فرستادم برای تمدید بعد ندادن به من. گفتن شما خواننده مخالف رژیم داری میکنی. گفتم آقا من کارم خوانندگی، باید بخونم دیگه، چیکار کنم؟ او افتخارم اینه که مخالف شما میخونم. شما اتفاقا هر روز که میگذره، هر روز که میگذره آقای نوروزاده، به قول معروف مردم دارن میبینن که اینها چه پدرسوخته ها و چه حقوق‌بازایی هستن. الان داشت یه از این افسرهای به اصطلاح مال همین سپاه داشت صحبت میکرد که صورتشو بسته بود، میگفتش که اگه یادتون باشه میگفت همین چند پیش در تهران در اون محیط میدون که قرار بود مردم جمع بشن یه مرتبه یه بوی گازی اومده. بله بله. بعد نگو که اینو ناکسا توی فضا نمیدونم این ابرا رو بارور کردن و توی این لای ابرا مثلا یه چیزایی که البته این همه مثل مال روسی است که فرستاده، بعد اون وقت این وقتی ابر بارون میاد پایین وسطش یه چیزایی منفجر میشه که مردم مجبورن مثلا فرار کنن و میگفتش که نمیدونی اینا چه کثافتکاری دارن میکنن. ستار جان، من شاهد بودم که ملکه فرح چقدر علاقه منده بهت و چقدر صدا دوست داره و یکی از اون نکات اینه که همیشه انسان لویال و وفاداری بودی. بله. وقتی در ایران میرفتی در مجالس خصوصیشون میخوندی، بچه هم بودن اونها هم باید دم میگرفتن میخوندن مثلا. بله. آقا رضا بود، مرحوم علی رضا بود، یادمه که یه دفعه این سیامک سهامی داشت جازش ستاپ میکرد، بعد علیرضا خیلی دوست داشت. آقا رضا هم که میدونی جاز میزنه. بله. بعد اون وقت اومد چیز بکنه، یه دو تا پیچ و وزداش بست و فلان کرد و این صحبت ها اینا، خلاصه یه نگاهی به من کرد و من یه نگاهی بهش کردم. بیچاره ترسید. گفتم بعد در صحبت داری بالاخره کمک میکنی. خدا رحمتش بکنه. اون آهنگ شازده خانم هم که خوندی خیلی سر و صدا راش افتاد و چقدر راجبش داستان گفتن. همین سر صدا همین شایعه سازی ها و شایعه کردن که اون که من میکردم ما رو به باد داد. در حالی که اون سال علا ساخته بود و منظور و هدف خودش رو داشت. مثلا یه کار، مثلا یک آدم مخصوصی بودش. بله. من یادمه که مثلا همین آهنگ آقا خوبه رو بله برای گوگوش ساخته بود. خودش میگفت برای اینکه پدر من با مادر من 50 سال غر بودن و پدر من رفته بود و وقتی که برگشت من این آهنگ رو، این شعر رو برای پدرم گفتم، آقا خوبه، آقا نمیدونم چی. بله. بعد میگم همه فکر کردن که ما برای خمینی خوندیم. بله واقعا همینجور بیچاره. این اصلا برای گوگوش هم همجوری موند که انگار اینو برای آقای خمینی خوند، در حالی که خیلی بله. قبل از انقلاب اینو آوردن توی رادیو دو به ما دادن که ما پخش کردیم. دقیقاً. تو صبحانه. بله. بله. یعنی اصلا صبح خیلی دارم. حتی یه دفعه یه برنامه تو تئاتر کوچک بودش که روبرو تلویزیون بود. بله. بعد این تئاتر گذشته بود، یه سری هم دعوت کرده بود، حتی این خدا بیامرز رئیس چیز ایرج گرگین. بله. ما یه چند دقیقه دیر رسیدیم که از اون همه دارن میان بالا. گفتیم که چیه چرا؟ گفتن که برنامه تئاتر تموم شد که یه دونه آشکار گوشه وسط استیج وسط صحنه، بعد این چیه سوپوره میاد اینو بهم داره اون برمی بره بیرون. همین. اون آدم ویژه‌ای بود، یادت میاد که اصلا با اون گلوبند و با اون چیزایی که به گردن و گوشش مینداخت میمد، اون زمان برای همه عجیب غریب بود دیگه. بعد یه شعر خونده بودی تو ازش که توت فرنگی ها هم چی بود اون توت فرنگی ها؟ بله. یادم رفته که اصلا همه تعجب کردن چطور این توت فرنگی رو با این مدل تو شعر آورده، ولی خیلی تو قشنگ خونده بودی، تو دل مردم جا گرفت. یه سوال دیگه دارم ستار جان. ستار، آیا فضای غربت و تبعید تأثیری در نوع خوندن داشته؟ چون بسیاری از کسایی که شعر میگفتن در ایران، اینا در خارج نتونستن اون زبان رو تجدید کنن، یا بعضی از آهنگسازای ما، اینا واقعا عامل غربت فقط این عاملش هست؟ چه دلیل داره؟ ببینید، برای اینکه محیط خیلی موثره دکتر جان، محیط در خلق آثار خیلی موثره، حالا چه شعر باشه چه آهنگ باشه. تمام اکثر هنرمندایی که آهنگساز بودن شاعر بودن اکثرشون در خارج بودن،
ولی همه نتونستن اون کارهایی که قبل از انقلاب در ایران کردن انجام بدن. بله، برای اینکه اون محیطش نبود، اون حال و هواش نبودش متاسفانه. با نسل جوان داخل ایران چقدر ارتباط داری؟ تا حدودی ارتباط دارم، یه سری کارها بر من میفرستن. منتها ببینی از وقتی که انقلاب شد واقعا یه اصلا ملودی سازی در ایران از بین رفته. یه کسی که یه ذره سرش به تنش میارزه یه ملودی قشنگ درست کنه کارش میگیره. میدونی؟ مثل که شعرم برات میفرستن. بله، ملودی سازایی مثل مثلا تجویدی، مثل محمد حیدری، مثل نمیدونم پرویز یا حقی، مثل نمیدونم مهندس همان این خورم، دیگه ما نداریم اونجوری ملودی سازا به اون قشنگی که درست بکنه. رو تنظیم من میجو و واقعا دیگه زمانه یه جوری شده که همشون فقط درست میکنن که فقط زمان بگذره، وگرنه هیچ احساسی توش نیست، هیچ تو شعرها همینجور، تو ملودی ها همینجور. همه رو وقتی که خب شما فکر کن اینجا همه هر کی میونه یه استودیو خوش درست کرده، سین سایزر هم گرفته شروع میکنه زدن بدون اینکه نوت بدونه، بدون چیز بدونه. خب این خیلی واقعا تأثیر داره دیگه. در صورت که قبل از انقلاب در ایران مثلا نمیدونم ارکستراسیون بود، نمیدونم تنظیم میکردن آقای چشمازر، ناصر منوچهر، نمیدونم بقیه بچه ها، زندیات باروژان، اینا تنظیم های قشنگ میکردن. ولی خب الان دیگه اینجا به خاطر اینکه یه ذره البته مادیات هم هست، برای اینکه شرکت ها که همه ورشکست شدن نمیتونن کار بکنن متاسفانه، و یه عده هم که شما چقدر میتونی مثلا از جیبت خرج بکنی، درست مثل یک شیپوری میمونه که از دهن گشادش بگی فوت بکنی توش، به جایی نمیرسی. بله درسته، واقعا همینطور که میگی، برای اینکه آدم احساس میکنه که عشق هست، اون علاقه هست اینا، ولی فضا عوض شد. من یادم نمیره شما یه برنامه با زندیات هایده داشتی، نشسته بودین با هم که دل داده بودین و قلوه میگرفتین، واقعا زیبا بود. یعنی اون موسیقی که نواخته میشد اونجا، اون اصلا چه فضا سازی بود، خیلی هم ساده. ما با محسین کار میکردیم، ولی متاسفانه حتی یه دفعه من یادم با زنده یاد الهه برنامه شب یلدا بودش، تلویزیون جامعه جنگ کار کرد. خواهیم میگم ارکستر هم کم بود، دو تا ساز بود، ولی انقدر پر بود آدم احساس میکرد، یعنی همه دارن با جان و دل احساس داشتن، حال میکردن. دقیقاً همینجوره، دقیقاً همینجوره. سهتا جان، من آرزو میکنم بهترین شب زندگی تو در دوم فوریه داشته باشی. من حتما در خدمت خواهم بود. به هر حال ما دوستی قدیمی و پاره هم از یه دی زیادی هم از لندن دارم میان، یکی از دوستای مشترک خودمون آقای طباطباییه که آقا رضاست داره میاد. مرتضای عزیز حتما میاد. بله بله، بسیار عالی. بله، در صورت من همه دوستان رو اگه حالا اسمشون نمیگرم برای اینکه نمیخوام براشون دردسر بشه، ولی میدونم که حتما میان اونجا. و همونجوری که شما گفتی، مگه میشه که شهبانو و شاهزاده نیاد؟ برای اینکه شاهزاده تشریف نیارن، در صورت ما خوشحال میشیم که همشون در خدمتشون باشیم. ستار دیگه، ستار بالاخره مارک ارائه بدیم که مورد پسند همه باشه، و ستار مارکشو داره، بنابراین حتما میان. و من یه چیز دیگه بهت بگم، از ایرانم دو سه نفر میان که من میدونم کیا هستن. امیدوارم که بتونیم پخشش کنیم، برای ایرانم زنده پخشش کنیم. تلاش برای این داره انجام میشه و امیدوارم به این کار برسیم. بسیار ازت ممنونم ستار عزیزم. خیلی ممنون از شما، مثل همیشه لذت بردم. حالا یه گفتگوی تصویری هم به زودی با هم خواهیم داشت. حتما. پیش از کنسرت. ممنونم ازت. به خدا میسپارم. باش تلفنی صحبت. خواهش میکنم. مرسی از شما. از همه دوستانم تشکر میکنم که در اتاق فرمان این مهم رو فراهم کرد. سپاسگزارم. ایران سربلند. ایرانی سرفراز. پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق ستار، هنرمند عزیز و دوست قدیم و ندیمم، همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.